درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. رضا رسایی از بازداشتی‌های اعتراضات سال 1401 اعدام شد. قوه قضاییه ایران میگوید مجازات‌های تکمیلی شروین حاجی پور لغو شده است. منابع آگاه از انتخاب محمد اسماعیل درویش به عنوان جانشین اسماعیل هنیه خبر دادند. سپاه میگوید شنیده شدن صدای چند انفجار در اصفهان مانور آموزشی بوده است. آمریکا با هدف محدود کردن حمله ایران و حزب الله یک کارزار فشار را آغاز کرده است. جب بوش رئیس سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای شد. کاملا هاریس تیم والز فرماندار مینسوتا را به عنوان نامزد معاون رئیس جمهور برگزید. و دولت عراق حمله راکتی به نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد در عراق را که به زخمی شدن 5 نظامی آمریکا انجامید محکوم کرد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه 6 آگست 2024 میلادی برابر است با 16 مرداد سال 1403 خورشیدی. رضا رسایی از بازداشت شدگان اعتراضات پاییز و زمستان سال 1401 در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد. حکم اعدام رضا رسایی در حالی اجرا شد که دادنامه صادره علیه او از سوی دادگاه بدوی دچار ایرادات شکلی و محوی فراوانی بوده است. رضا رسایی سال 1401 در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و مهر ماه سال 1402 به اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه توسط شعبه دوم دادگاه کیفری 1 کرمانشاه به اعدام محکوم شد و این حکم اوایل دی ماه در دیوان عالی کشور به تایید رسید. اجرای حکم اعدام رضا رسایی واکنش های گسترده ای را میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و برخی کنشگران تاکید کردند که تا وقتی جمهوری اسلامی پا بر جاست، فقر و فلاکت و اعدام و شکنجه همچنان ادامه دارد. شیرین عبادی، فعال سرشناس حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، روز سه‌شنبه گفت که جمهوری اسلامی رضا رسایی را درست در زمانی که فضای رسانه‌ای با انبوهی از اخبار انتخابات، دولت جدید، اسماعیل هنیه، جنگ اسرائیل و حزب الله اشغال شده بود، اعدام کرد. نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر هم اعدام رضا رسایی را در پی یک محاکمه به شدت ناعادلانه و مبتنی بر اعترافات اجباری تحت شکنجه دانست و به مواردی از شکنجه هایی که این معترض بازداشت شده متحمل شده بود از جمله ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفگی و خشونت جنسی اشاره کرد. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی هم اعدام رضا رسایی را تکان دهنده، دلخراش و زنگ خطری برای دیگر زندانیان در خطر اعدام دانسته است. قوه قضاییه ایران اعلام کرد که مجازات‌های تکمیلی شروین حاجی پور خواننده ترانه برای لغو شده است و سخنگوی آن هم اعلام کرد که اگر او اظهار ندامت کرده و بخواهد از طریق اعاده دادرسی یا اختیارات رئیس قوه قضاییه اقدام کند، فضا وجود دارد. دفتر رسانه‌ای قوه قضاییه خبر حذف مجازات‌های تکمیلی را روز سه‌شنبه 16 مرداد در واکنش به یادداشت عباس عبدی در شماره روز 14 مرداد روزنامه اعتماد اعلام کرد که نوشته بود برخی احکام قضایی و مجازات‌ها از جمله مورد شروین حاجی پور بازتاب‌های منفی در جامعه دارد. به گفته یک قوه قضاییه یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان مازندران بعد از اعتراض شروین حاجی پور به رأی دادگاه این اعتراض را بررسی کرده و به دلیل اینکه مجازات های تکمیلی را متناسب با حال متهم و جامعه تشخیص نداده آنها را لغو کرده است. مجازات تکمیلی این خواننده برنده جایزه گرامی عبارت بودند از 2 سال ممنوعیت خروج از ایران،
جمع‌آوری دستاوردهای انقلاب 57 و انتشار در فضای مجازی و خلاصه نویسی چند کتاب و ساخت موسیقی علیه آمریکا. همچنین بر اساس توضیح قوه قضاییه، اجرای نیمی از مجازات حبس شروین حاجی پور هم به حالت تعلیق درآمده است. از سوی دیگر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه امروز شنبه در یک نشست خبری گفت شروین حاجی پور با وکلایش به رأی دادگاه تجدید نظر اعتراض نکردند و حکم او در موعد مقرر به اجرا گذاشته خواهد شد. وکیل شروین حاجی پور هم گفت که تغییری در حکم ایجاد نشده و او باید یک سال و نیم به زندان برود. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از دو مقام بلندپایه ایران نوشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از علی خامنه‌ای خواسته که پاسخ خود به ترور اسماعیل هنیه را محدود کرده و از حمله به غیر نظامیان اسرائیلی خودداری کند. به گفته منابع رویترز، این پیام روز دوشنبه توسط سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه و در جریان دیدار با مقامات عالی رتبه ایران به آنها منتقل شده است. خبرگزاری دولتی روسیه هم روز سه‌شنبه تایید کرد که شویگو در سفرش به تهران درباره کشته شدن هنیه و پاسخ ایران با مقامات جمهوری اسلامی صحبت کرده است. دو مقام بلندپایه ایرانی به رویترز گفتند که مسکو از سفر شویگو به تهران به عنوان یکی از راه‌های انتقال پیام خیشتنداری به تهران استفاده کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هیچ واکنش فوری به گزارش رویترز نشان نداده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران گزارش‌ها در مورد دستگیری برخی افراد بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه را تکذیب کرد. اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت گمان زنی های جرایت و فضای مجازی در خصوص دستگیری ها در این پرونده صحت ندارد و تا کنون دستگیری صورت نگرفته است. به نظر می رسد که اشاره سخنگوی قوه قضاییه ایران به گزارش روزنامه نیویورک تایمز باشد که 13 مرداد به نقل از دو منبع ایرانی خبر داده بود که بیش از 20 تن از افراد مهمانخانه نظامی در تهران که اسماعیل هنیه در آن کشته شد و برخی از آنها افراد سطح بالا هستند بازداشت شدند. به نوشته این روزنامه، افراد بازداشت شده از جمله شامل افسران ارشد اطلاعاتی، مقامات نظامی و کارکنان شاغل در این مهمانخانه بودند. بنا به این گزارش، ماموران امنیتی با یورش به این اقامتگاه تلفن‌های همراه و وسایل الکترونیکی تمامی کارکنان را توقیف کرده و عده‌ای را هم بازداشت کردند. نیویورک تایمز همچنین از بازجویی شماری از مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی که در حفاظت از تهران نقش داشتند خبر داده و به نقل از منابع خود گفته بود که سپاه پاسداران بر این باور است که اعضای تیم موساد هنوز در داخل ایران هستند. به گزارش منابع العربیه، محمد اسماعیل درویش به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس برای جانشینی اسماعیل هنیه تا زمان برگزاری انتخابات در داخل حماس تعیین شد. این منابع گفتند که محمد اسماعیل درویش رهبر جدید حماس در قطر اقامت دارد. حماس روز شنبه از آغاز روند مشورتی گسترده در رهبری و نهادهای شورا برای انتخاب رئیس دفتر ببخشید رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش بعد از ترور هنیه خبر داد. این منابع پیشتر از مخالفت یحیی سنبار رهبر حماس در غزه با انتخاب خالد مشعل رهبر سابق این گروه که در سال 1997 از یک سوء قصد اسرائیلی در اردن جان سالم به در برد خبر داده بودند. در پی انتشار گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای چندین انفجار در شهر اصفهان، سپاه پاسداران این انفجارها را به مانور آموزشی نسبت داد. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه کوتاه که در نخستین دقایق بامداد سه‌شنبه منتشر شد، صداهای انفجار در اصفهان را مربوط به مانور آموزشی نیروهای دوره تکاوری دانشگاه امیرالمؤمنین عنوان کرد. دانشگاه امیرالمؤمنین در اصفهان متعلق به نیروی زمینی سپاه پاسداران است. پیش از آن هم محمد رضا جانساری معاون امنیتی استانداری اصفهان صدای انفجارها را ناشی از اقدام آموزشی اعلام کرده بود. شامگاه دوشنبه شماری از رسانه‌های ایران و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صداهای انفجار در شهر اصفهان خبر دادند و تعداد آنها در گزارش‌های مختلف بین 3 تا 5 انفجار عنوان شد. این انفجارها همزمان با افزایش نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها در منطقه در پی تهدیدهای ایران و حزب‌الله لبنان علیه اسرائیل رخ داده است.
یک روز بعد از انتشار گزارشی از اجرای طرح توبا با هدف ترویج و تبلیغ حجاب اجباری در کشور، تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، از مداخله این نیرو برای اعمال حجاب اجباری در خودروها خبر داد. حسینی روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی درباره مخالفت دختران و زنان با حجاب اجباری به طرح جنجالی حکومت در این زمینه موسوم به طرح عفاف و حجاب اشاره کرد. او گفت مقوله طرح عفاف و حجاب به تمامی یگانها و پلیس‌های تخصصی ابلاغ شده و پلیس راهبر هم در این زمینه مسئولیت دارد. سخنگوی پلیس نیوفاندلند کانادا جزئیاتی را درباره قتل زن 33 ساله ایرانی که جسدش در چمدانی پیدا شده بود تشریح کرد و مثله شدن جسد را رد کرد. روز دوشنبه 15 جولای پلیس استان نیوفاندلند ابتدا جسد مردی جوان را در خانه‌اش در شهر سنت جیمز در شرق کانادا پیدا کرد. یک روز بعد از کشف جسد این مرد، چمدانی در همان شهر کشف شد که داخل آن جسد زنی 33 ساله بود که به گفته پلیس مشخص بود که چند روزی از مرگش گذشته است. پلیس روز 19 جولای بدون اینکه نام این افراد را فاش کند گفت این دو تن یک زوج ایرانی هستند و معتقد است که زن به دست شوهرش کشته شده است. پلیس تصاویر مرد را در حالی که چمدانی حمل می‌کرد منتشر کرد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که مهدی پورباقی که یک پادکست جنایی با نام آخرین شاهد می‌ساخته جسد همسرش را مثله کرده است. پلیس در بیانیه‌هایش عبارت بقایا را برای شرح جسد استفاده کرده بود و انتشار تصاویر مدنون در حال حمل چمدان کوچک فرضیه مثله شدن جسد را قوت بخشید. پلیس نیوفاندلند اما گفت جسد مثله نشده و قطع عضو هم نشده و سالم پیدا شده است. سخنگوی پلیس اما درباره کبودی، بریدگی و جراحات روی جسد پاسخی نداد. بینندگان در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. همزمان با انتشار گزارش‌هایی در خصوص اقدام سپاه پاسداران به نقل و انتقال موشک‌ها و سکوهای پرتاب آن در آستانه حمله احتمالی انتقام‌جویانه ایران به اسرائیل، آمریکا با هدف محدود کردن حمله ایران و حزب الله یک کارزار فشار را آغاز کرده است. واشنگتن به موازات آن روز سه‌شنبه هم به کوشش برای تشکیل ائتلافی نظامی در حمایت از اسرائیل ادامه داد. کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کاملا هاریس معاون رئیس جمهور روز دوشنبه 15 مرداد توسط تیم امنیت ملی خود در مورد تحولات خاورمیانه از جمله تهدیدات ایران و نیروهای وابسته به آن علیه نیروهای آمریکایی بروز شدند. سه مقام آمریکایی به سایت آکسیوس گفتند
در نشست ویژه شورای امنیت ملی کاخ سفید که دوشنبه شب با حضور رئیس جمهور و معاون او برگزار شد، جو بایدن گفت که زمان حمله ایران و جزئیات آن هنوز مشخص نیست. این گزارش حاکی است که مقامات اطلاعاتی به جو بایدن و کاملا هریس گفتند نهادهای اطلاعاتی آمریکایی انتظار دارند سناریویی شامل دو موج حمله، یکی از سوی حزب الله و دیگری از طرف ایران، انجام شود که با امواج دیگری از حملات از طرف سایر گروه‌های مورد حمایت تهران همراه باشد. با این حال، این منابع به اکسیوس گفتند که تشکیلات اطلاعاتی آمریکا هنوز نمی‌داند که کدام عامل قرار است که اول حمله کند و برای آن چه تسلیحاتی را به کار خواهد برد. یکی از منابعی که مورد گفتگوی اکسیوس قرار گرفته اظهار داشت که هم ایران و هم حزب الله درباره اینکه دقیقاً چه کاری انجام بدهند هنوز تصمیم گیری نهایی نکردند. جب بوش فرزند و برادر دو رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده روز دوشنبه 15 مرداد به طور رسمی جانشین جوزف لیبرمن، رئیس فقید گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای مستقر در ایالات متحده شد. وی از سوی مارک بالاس، مدیر اجرایی اتحاد علیه ایران هسته‌ای به این سمت منصوب و جانشین جوزف لیبرمن، نماینده سابق ایالت کنتیکت در سنای آمریکا شد که 9 فروردین ماه امسال در سن 82 سالگی درگذشت. جب بوش بعد از این انتصاب با انتشار پیامی به زبان فارسی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که افتخار بزرگی است که به عنوان رئیس سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای انتخاب شدم. سازمانی که در سالهای گذشته حرف اول را در حوزه جنگ اقتصادی علیه سپاه تروریستی پاسداران مقابله با رژیم خامنه‌ای و حمایت از مردم دلیر ایران زده است. به خطاب به مردم ایران افزود: قول من به شما مردم ایران این است که در زمان ریاستم در این سازمان محکمتر و با انگیزه بیشتر تمام فعالیت‌هایمان را گسترش بدهیم و با جدیت بیشتر با خامنه‌ای و سپاه تروریستی پاسداران مبارزه کنیم. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که کاملا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات پیشروی آمریکا، تیم والز، فرماندار ایالت مینه‌سوتا را به عنوان کاندیدای معاونت ریاست جمهوری انتخاب کرده است. آقای والز در کنار جاش شاپیرو، فرماندار پنسیلوانیا، بیشترین بخت را برای تعیین شدن به عنوان یار انتخاباتی خانم هریس داشتند و آسوشیتد پرس روز سه‌شنبه به نقل از منبع از انتخاب او خبر داده است. کاملا هریس که بعد از انصراف جو بایدن به نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شده، باید با دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان و رئیس جمهور پیشین، رقابت کند. دولت عراق حمله راکتی به نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد در عراق را که به زخمی شدن 5 نظامی آمریکا انجامید محکوم کرد. لوی داستن و یواب گالانت، وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل، در گفتگوی تلفنی این حمله را یک اقدام تنش‌زای خطرناک خواندند و بر مقابله با تهدید ایران و گروه‌های همسو با آن تاکید کردند. در همین حال اسرائیل در یک حمله هوایی چند نیروی حزب الله را در خاک لبنان از پای درآورد. عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که همه اقدامات بی ملاحظه را که پایگاه‌های عراقی و نمایندگی‌های دیپلماتیک و همچنین پایگاه‌های ائتلاف به رهبری آمریکا را هدف قرار دادند محکوم می‌کند. مقامات آمریکایی به رویترز گفتند که دست کم 5 پرسنل آمریکایی در حمله به یک پایگاه نظامی در عراق زخمی شدند. لوی داستن، وزیر دفاع آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در گفتگو با یواب گالانت بر تعهد واشنگتن در حفظ امنیت اسرائیل در مواجهه با تهدیدهای ایران و حزب الله لبنان با سایر گروه‌های شبه نظامی همسو با جمهوری اسلامی تاکید کرده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تایید کرده که در حمله راکتی دوشنبه شب به پایگاه عین الاسد چند نیروی آمریکایی مجروح شدند. گروه السوریون مسئولیت حمله به پایگاه عین الاسد را بر عهده گرفته است. بعد از هفته ها اعتراض و استعفای شیخ حسینه، نخست وزیر بنگلادش، ارتش این کشور اعلام کرد که دولت موقت تشکیل خواهد داد. فرمانده ارتش در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم گفت:
با مخالفان و نمایندگان جامعه مدنی گفتگو خواهد شد، اما نه با حزب حسنه. شیخ حسنه 76 ساله روز دوشنبه 5 آگوست در پی اعتراضات گسترده در این کشور استعفا داد و به همراه خواهر خود با بالگرد به هند گریخت. به گفته رسانه‌های هندی، حسینه در یک پایگاه نظامی در نزدیکی دهلی نو فرود آمد، اما یک منبع بلندپایه به خبرگزاری فرانسه گفت که او تنها به طور موقت در هند است و سپس به لندن خواهد رفت. اولین گفتگوهای ارتش بنگلادش با محمد شهاب الدین رئیس جمهوری کشور انجام شد. به سپس تشکیل دولت موقت انتقالی را تایید کرد. بلندگان هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. برای سالها یکی از موضوعات مورد بحث باستانشناسان این بوده که اهرام مصر در بیش از 4000 سال پیش چگونه ساخته شدند. اکنون تیمی از مهندسان و زمینشناسان فرضیه جدیدی را مطرح کرده و میگویند که از یک دستگاه بالابر هیدرولیکی برای جابجا کردن سنگهای غول‌پیکر استفاده شده است. پیش از این باستانشناسان استفاده از بالابر هیدرولیکی را به دلیل کمبود آب کافی در مقطع زمانی ساخته شدن
هرم رد کرده بودند. با این وجود یک زمین باستانشناس در دانشگاه کمبریج لندن میگوید ممکن است آب کافی برای پشتیبانی از سیستمی مانند بالابر هیدرولیک وجود داشته. به اضافه کرد فکر میکنم این باور نسبتاً گسترده وجود دارد که در اوایل پادشاهی قدیم و زمانی که هرم پله‌ای ساخته میشد باران بیشتری وجود داشته است. بر اساس تحقیقات مفصلی که به تازگی درباره دمانس منتشر شده، درمان کاهش بینایی و کلسترول بالا از راه‌هایی هستند که می توانند خطر ابتلا به این بیماری را پایین بیاورند. دانشمندان اکنون 14 مشکل در سلامتی انسان را شناسایی کردند که توقع می رود با کاهش یا بین بردن آنها بتوان لااقل از نیمی از موارد دمانس در جهان پیشگیری کرد. طبق این مطالعه افراد میانسال و افرادی که در کشورهای فقیرتر زندگی می کنند با توجه کردن به این عوامل خطرزا می توانند سود زیادی از پیشگیری دمانس ببرند. این گزارش پیش بینی می کند شمار کسانی که با دمانس زندگی می کنند تا سال 2050 دو برابر شده و به 153 میلیون تن خواهد رسید. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای سپه. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.